الو سلام علیکم، حال شما چطوره؟ ها چطور بودی بهتر شدی؟ خسته یا چته؟ شنفتم چی کارا میکنی؟ پدر جا چی کار میکنی خوبی؟ الو الو قد شد. با بیلی فون صحبت کنی تا قد نشی. بیلی فون 818-532-5800 اتصال سریع، قیمت پایین، کیفیت بالا. بیلی فون، برای ارتباط با عزیزانتان در راه دور از بیلی فون استفاده کنید. بیلی فون 818-532-5800 بیلی فون. دوستی با هر که کردم خصم مادرزاد شد، آشیان هر جا گرفتم لانه صیاد شد، آن رفیقی را که من با خون دل پروردم سوی کشتن بردنم، اون بی صفت جلاد شد. بینندگان عزیز سلام و درود بر شما، جمعتون بخیر، امیدوارم که خوب و خوش باشید، سالم باشید. من الان چند جلسه است که ناپرهیزی میکنم در شروع برنامه، اونم به دلیل اینکه تعداد بسیاری از هموطنانمون از تماشاچیان برنامه جهان امروز که از تلویزیون اندیشه پخش میشه به من میگن تو چرا آوازی پخش نمی کنی از خودت در برنامه. حالا ما تا برسه به اون مرحله حضورتون عرض کنم که سعی میکنم که برای این که احترامی هم به اون دوستان گذاشته باشم در شروع برنامه یک زمزمه گونه‌ای داشته باشیم که اونها هم از ما رضایت داشته باشن. امیدوارم دیگه نخواهید که ما اینجا کابار دانسینگ شکوفه نو اینا را بندازیم، هی دونه دونه یواش یواش خواسته های شما رو ما بخوام برآورده بکنیم، دیگه اون وقت اون تو اون مسیرا یه خود معذوریم. به هر تقدیر دوستان عزیزمون دلشون میخواد که مقداری مطالب از حالت سیاسی بیاد بیرون، نمیدونم بگو بخند داشته باشه، شوخی باشه، موسیقی ها، بله اونا هم به موقع خودش قابل ارزش و اهمیته و ما این کار رو خواهیم کرد در موقع خودش. الان برنامه ها به این ترتیبه تو این مسیره که اون نوع برنامه رو اگر خواستیم تولید بکنیم حتما بنده در خدمتون این خواسته های شما رو برآورده خواهم کرد. و اما باز هم ما طبق معمول یک اشاره‌ای به تلفن هامون خواهیم کرد که در این دو سه روز گذشته فاصله سه شنبه تا جمعه تعدادی از بینندگان نازنینمون که تلفن کرده بودند و خبرهایی دادن، از جمله خبر بسیار جالبی که من خودم نمیدونستم، میگفتن در شرط خانه‌ای در دبی اونجا در ابره که قبلا متعلق به انگلیس ها بوده
دو تا توپ هست که روی لوله این توپ ها ضمن اینکه کنده کاری شده و بسیار هم مثل اینکه با ارزش هست، دو تا توپ هست که اونجا نادرشاه افشار روش حک کردن که البته راجع به این توضیح خواهم داد، و یک سکه هم به من خبر دادن که ضرب شده در سال 1991 زمانی که امریکا و عراق باز در زمان بوش پدر جنگی اونجا بوده، برای سربازان امریکایی سکه‌ای به یادگار ضرب شده که اشاره شده پشت سکه پرشین گولف یعنی خلیج فارس، که حالا سیاست هر روز عوض میشه و بعضی مواقع شما میبینید که به گفته های خودشونم گاهی اوقات پشت پا میزنن و اون ما هستیم که بایستی به هر حال حواسمون باشه. من با عزتون برم و بنشینم که هم کامپیوتر داشته باشم، هم تلفن داشته باشم، هم به هر حال بتونم راحت تر با شما صحبت کنم. بینندگان بسیار نازنینم، طبق معمول میدونید که روزهای جمعه در این دانشگاه، به اصطلاح دانشگاه تهران که حالا سوء استفاده ازش شده 33 ساله و برای اینکه بتونن کنترل بیشتری اونجا داشته باشن و دانشجوها رو تحت اختیار داشته باشن و نتونن نفس بکشن، اونجا شده مصلا و هر حال مرکز تجمع روزهای جمعه برای نماز جماعت. بنابراین این آخوندهای شماره موقت مرتب میرن اونجا و هرچی دلشون بخواد میگن، از تهدید شده، از تحبیب شده، از گول زدن شده، به عناوین مختلف. یه روز در میفتن با یه کشوری عربده میکشن، خط نشون میکشن، میخوان از صحنه محو کنن. یه روزی میبینن هوا پسه و زور طرف مقابل زیاده، شروع میکنن به اینی که حرفاشون رو عوض بکنن و بگن به خدا باور کنی، به کی قسم ما منظورمون این نبوده، و حالا پشت هم دیگه هم میگن، یعنی یه نفر بسنده نمیکنه به این کار. برای اینکه به گوش حضرات برسه، به گوش اون کسانی که باید برسه، اینا در جاهای مختلف، در سخنرانی های مختلف صحبت میکنن، که الان از غزاله خواهش میکنم شماره یک پلیلیست رو اگر پخش بکنه، شماره موقت این هفته آقای امامی کاشانی بوده که میشنویم چند دقیقه از بیانات ایشون رو که نمونه های مختلف رو در 33 سال گذشته شنیدیم، باز هم میشنویم که ببینیم راجع به انرژی هستی و فعالیت های ایران در این زمینه چه اظهار نظر میکنه. که این نکته رو فقط من میخوام به همون قد بگم، مخصوصا به امریکا بگم، خود شما هم میدانید در درجه اول نظام جمهوری اسلامی است، نظامی است با وفا و راستگو. رهبر معظم انقلاب دام از الله فرمودن که ما حرام میدانیم، ما حرام میدانیم سلاحی که اتمی باشد و چنین باشه. راست میگوین، ایران راست میگه. شما توجه کنید به این مطلب. این یک موضوع. موضوع دیگر این است که خود اساتید شما در دانشگاه های نیویورک، کالیفرنیا و جاهای دیگه که تو نوشته ها هست، بعد از اجلاس که در استانبول بوده علیه شما گفتن و نوشتن، و اون اینه، میگن بعد از اجلاسی که، بعد از مذاکراتی که ایران در استانبول داشت، باید امریکا نظر خوب نشان میداد. اول کارش این بود که این تحریم ها رو لغو میکرد. چرا لغو نکرد؟ ایران که این همه داره همکاری میکنه، چرا شما تحریم ها رو لغو نکردید؟ چرا باز دارید لجاجت میکنید؟ بعد خودشون نتیجه میگیرن. یک استاد میگه دولت امریکا صداقت نداره، یک استاد میگه دولت امریکا لجاجت میکنه. این یک چیز، دنیا هم داره میفهمه، دنیا هم داره میفهمه. بنابراین این نکته اصلی است که رهبر معظم انقلاب فرمودن. نکته دوم،
نظام جمهوری اسلامی است که این نظام در الان این چنین محکم به پای برجاست و ملت ایران این چنین منسجمن و بر حول ولایت هم دارن حرکت میکنن. انتخابات هم نشان داد، هم دوره اول نشان داد و هم بعد نشان داد که ملت ایران یک چنین ملتی است هوشیار و محکم و پای بر جا. و شما از این همه تحریم، به قول بعضی از همین نویسندگان خارجی میگن امریکا از این همه تحریم چه ترفی بست، به کجا رسید؟ و ایران تحمل کرد این تحریم ها رو، ایران در این تحریم ها رشد پیشتر پیدا کرد. و شما در این تحریم ها جز خودتون رو اذیت کنید، ولو ما رو هم اذیت کردید، ولی ترفی نبستید. بنابراین باور کنید این نظام رو، باور کنید این ملت رو، برید یه خورده به سراغ عدالت، برید یه خورده به سراغ انصاف. شما که میگید ما باید معیار باشیم در دنیا، چه معیار هستید با این همه ظلم هایی که میکنید؟ این یه نکته ای که من خواستم فقط نصیحت بکنم به امریکا و به اینکه شما در این مذاکرات عظمت ایران، شخصیت ایران و توجه به این مطالب رو شما در نظر بگیرید. ایران مشاهده فرمودید، من حالا بقیه شو دیگه فاکتور میگیرم. ببینید، اینهایی که همیشه مدعی بودند که ما معیار هستیم در جهان، ما معیار انسانیت، معیار عطوفت، معیار مهربانی، معیار رحم و شفقت، حالا وقتی که طرف سنبش پرزورتر زورش بیشتره، شما معیار هستید، شما میخواهید مطرح باشید در جهان، شما آدمای خوبی هستید، نکنید این کارا رو، چرا تحریما رو ور نمیدارید؟ ما که گفتیم چشم، ما توقع داشتیم که منظور اینه دیگه. من شما واقعا ببینید چند رنگیه این حضرات، به سن و سالم کار ندارم، من واقعا به بزرگتر احترام میگذارم، اما به بزرگتری که جایگاه خودش رو بدونه، به بزرگتری که وقتی سنش به یک در هر مرحله‌ای که هست بدونه قدمش و کلامش در حد همون وزن و اعتبارش باشه، اما اگر خودش ارزشش رو رعایت نکنه، طبیعتاً بندم به خودم این اجازه رو میدم که اون ارزش رو رعایت نکنم، اون ملاحظات رو نکنم. آخه شما ببینید چقدر اینها، بعضیا میگن آقا ما با اینها مخالفیم، شما یه چیزایی بگین مردم تحریک بشن و بلندشن و اینها رو سرنگون کنن. اولا که ما اینجا در همین حدی که میتونیم صدای دیگران رو به گوش بقیه برسونیم، اگر در تهران اتفاقی میفته، اگر در کردستان، در آذربایجان، در گیلان، در بلوچستان، در هر نقطه از اون میهن عزیزمون صحبتی میشه، اتفاقی میفته، ما موظفیم این رو به گوش بقیه برسون. ما اینجا نسخه نمیتونیم بدیم، واقعا این توقع رو نداشته باشید که نسخه بدیم بگیم الان بلند شین، الان برید اتوبوس ها رو جلوشو بگیرید، نمیدونم کف خیابون بشینید، یا میخ بریزید اگر موتوری ها اومدن پنچر بشن، یا تناب بگیرید جلوشون سرنگون بشن. اینا رو ما نمیتونیم بگیم. این حرکت ها با خود مردم، با خود جوانهایی است که مبارز هستند، با خود اونهایی که میخواهند مملکتشون رو نجات بدن. ما فقط صحبت ها رو مطرح میکنیم و شما رو روشن بکنیم که اگر آقای رئیس چه میدونم شورای فلان، آقای نمیدونم نماز جمعه شمار موقت، آقای نمیدونم رئیس قوه قضاییه، اینها وقتی که چاپلوسی میکنن، دروغ میگن، ظلم میکنن، مردم رو سر کار میذارن، اینا رو ما مطرح میکنیم، شما فقط بدونی و مردم بدونن، وگرنه ما اینجا ننشستیم که بخواهیم فرماندهی بکنیم. و اون زمانی است که یک کسی میخواهد قدم پیش بگذاره برای اینی که بیاد بره مثلا حکومت رو در دست بگیره، رهبری
مخالفین رو در دست بگیره، اون یه بحث دیگه داره. ما کارمون همینه، مرغی هستیم که در عزا و عروسی ما رو میکشن. ما هر رژیمی که بیاد، هر گروهی که بیاد مصدر کار باشه، به دلیل اینکه از اول انتخاب کردیم آقا ایرادها رو ببینیم و انتقاد بکنیم، همیشه مغضوب حاکم وقت هستیم، تا زمانی که امیدوارم برسه به اون روزی که حکام وقت خوشحال بشن از اینکه ایراداشون گفته میشه و سعی بکنن در از بین بردن اون ایرادها، به جای اینکه گارد بگیرن، به جای اینکه محکوم بکنن، به جای اینکه یک کاریکاتوریست و اگر کاریکاتوری از یک نماینده منتصب مجلس منتخب که ما نداریم میکشه 25 ضربه شلاق محکومش نکنن. امیدواریم برسیم به اونجا یک روزی روزگاری و ما این رو ببینیم. اگر به ما دست نداد، فرزندانمون نسلهای بعد از ما ببینن، اون موقع اون وقت آدم میتونه یک نفس راحت بکشه، بگه آقا بنده دارم انتقاد میکنم و این به نتیجه خواهد رسید که جامعه ازش بهره ببرن. وگرنه شما نگاه کنید از شروع همین 57 تا الان 33 سال گذشته، شما ببینید هر اشکالی که بوده، اگر اینها اینقدر عقل داشتن که می اومدن می گفتن آقا مطبوعات، خب رکن چهارم مشروطیت می گفتن هست، اگر اون اهمیتی که مطبوعات داشتن، آقا خلیفه حکم حکومتی صادر نمی کرد برای از بین بردنشون، توجه داشته باشید که یک ژورنالیست، یک منتقد وقتی که میاد نظرشو می نویسه، نظر مردم رو منعکس میکنه، طبیعتا حکام و مسئولین اگر بیان به اون توجه بکنن، نه تنها محبوب میشن بلکه اون اشکالم رفع میشه، مردم هم بهره میبرن و همه چی تو مسیر خودش میفته. حالا هی بیان بزنین بکشین، مردم فرار میکنن، امریکا میان، اروپا میرن. ببینید چقدر اگر شما انسان‌های فهمیده با شعوری بودید، به جای اینکه بزنید و ببندید و بکشید، تو مسیر درست حرکت می‌کردید، امروز این همه تلویزیون بر علیهتون نبود، این همه مجله و نشریه بر علیهتون نمی‌نوشتند، این همه انسان‌های فرهیخته و دانشمند و تمام این کسانی که از دست شما فرار کردن تو همون مملکت میموندن، کارشون رو میکردن و اونجا اون وقت میتونستید ادعا بکنید که مدینه فاضله درست کردید، بهشت برین درست کردید. ولی شما کجا و این حرفا کجا؟ و اما میخواستم تظاهر رو داشتم راجبه صحبت میکردم که اینها به موقعش همچی یتیم میشن، سر به زیر میشن، اشکشون میاد، اونجایی که باید ظلم بکنن، قساوت بکنن، نمیدونم حکم قتل چند هزار نفر رو صادر میکنن، اونجایی که باید مردم رو گول بزنن، شروع میکنن امام حسینی که میگن همچی گله گله اشکشون میاد پایین که حسین این کار رو کرد. حسین آقا دست ورداری، آقا دست ورد، واقعا دیگه دستتون روه و یه خورده توی دفتر لغاتتون، توی اون ادبیاتتون یه خورده برید، اگر پاک شده، اگر که رفتگی خوردگی پیدا کرده، شرم و حیا و حرمت و این چیزا رو یه خود پررنگترش بکنید، بهش توجه بکنید، به نفع خودتونه. حالا که البته کار از کار گذشته، شما دیگه به اونجاها نخواهید رسید که مورد حمایت و محبوبیت باشین. من برای این حرکت، غزال جان روی لپتاپ من اگر بری یک دونه تصویر هست که بسیار بسیار جالب، این تصویر که اگر ببینید من راجبش توضیح خواهم داد که اینا موقعی که بخوان مردم رو سر کار بذارن، بخوان رأی بگیرن، بخوان خودشون رو تحمیل بکنن، نه حجاب مطرحه، نه این تعذیرات مطرحه، نه شلاق مطرحه، برای اینکه کار خودشون رو انجام بدن، برای اینکه خر خودشون رو بتونن سوار بشن. اما موقعی که از اون طرف بخوان ظلم بکنن و نسق بگیرن از مردم، اون موقع است که یک تارمو شلاق داره، نمیدونم زندانی انفرادی باید بشن، از این حرفا. که ببینیم این تصویر رو، برگردیم تا من راجبش صحبت کنم. البته صدای من بازه، میتونم روی تصویر هم نظرم رو مطرح کنم. غزال جان اگر آماده است، اگر ارتباط کامپیوتر من با رژی
درسته این تصویر رو میبینیم، اگر نه من مطلبم رو ادامه میدم. به هر حال مثل این که بله آمد. ببینید بینندگان گرامی، این خانوم، این دختر خانوم رو نگاه کنید که یک شعاری رو دستش گرفته و خب ما دختر خانوم رو نگاه میکنیم با موهایی که الان از زیر روسری اومده بیرون، که اینا هر تار مو زندانی نمیدونم فلان و بهمان داره، جریمه داره، شلاق داره، فلان و بهمان، و لبا رژ مالیده شده که خواهران زینب اینها این رژا رو به سختی میگیرن پاک میکنن تا جایی که اگر در حالت عادی باشه خونین مالین میکنن. و بعد شعاری که نوشته شده، نوشته زیباتر از این نام ندیدم به جهان. کدوم نام؟ سید علی خامنه ای. آخه شما اصلا شما ببینید که این دستمال ابریشمی که به صورت کاغذ اینجا نگاه میکنید، اون کسانی که دست این دختر دادن، ببینید چقدر چاپلوسی درجهش رفته بالا. که البته بنده یه چیزی دیگه به این اضافه خواهم کرد، میگوید که زیباتر از این نام ندیدم به جهان سید علی حسینی خامنه ای. اصلا قافیهش به اون جور در نمیاد، اما حالا نمیخوام، یه چیزی میخواستم به پایان این اضافه بکنم، برای خودتون میتونید اضافه بکنید، ولش کن. بعد این رو البته دارم میگم برای اون دو نفری که دارم بهتون اشاره میکنم، اون دو نفری که شماره تلفنشون یکیه، یا خانوم و آقا زن و شوهر هستن، یا اینی که هر رابطه‌ای با هم دارن من نمیدونم، از اداره زنگ میزنن. دو نفر خانوم و آقایی که تلفن میکنید در مقابل این همه کسانی که اظهار رضایت میکنن، شما گویا از این برنامه ناراضی هستید که حقتونه. من اصلا ناراحت نمیشم که وابستگان به رژیم جمهوری اسلامی از این برنامه ناراحت باشن، کما اینکه یک بیننده‌ای داشتیم مخالف من حرف زد، ولی من نمیتونم بگم که اون میتونه وابسته به جمهوری اسلامی باشه. اون یه دفعه من راجع به بحرین که داشتم صحبت میکردم، راجع به ببخشید جنسای بنجل که صحبت میکردم، به من زنگ زد و اعتراض کرد که آقا برید به این تجار نمیدونم فلان فلان شده بگید که این جنسای بنجل رو وارد نکردن، به دولت چه کار دارین. البته ایشون مثل این که تو باغ نبود و ایشون نمیدونست که دولت هست که این جنسای بنجل رو وارد میکنه، به دلیل اینکه اینها معامله نفت رو به این ترتیب قراردادش رو بستن که بارها در این برنامه گفتیم که 60% جنس وارد میکنن، 25% باید اونجای همچین صحبتهای ننگینی تو این قرارداد هست که 25% اونجا تولیدات داشته باشن، کارخونه بزنن، 1% هم همینطوری حالا به کجا سرازیر میشه اونو ما نمیدونیم اون چند درصد و. اما دوست عزیز، هموطن گرامی، تجار درسته که ممکنه تعدادی سرخود معامل، اما زیر پوشش اون قرار داده و اون جنس‌های بنجل از طریق دولت، سپاه پاسداران و و و و وارد مملکت میشه. و شما زیاد هرس نخور اگر من راجع به جنس‌های بنجل و دولت صحبت میکنم، اون رو من نمیگم، این عدم اطلاع ایشون از این قراردادها بود. اما این دو نفری که عرض میکردم خدمتون که گفتم حق میدم بهشون، به دلیل اینکه خب زندگیشون از قرار معلوم از این حکومت تأمین میشه، و بعد من گفتم اینها چون شمارشون از ایران هست و خدمتون عرضه بدارم که دهنشون رو باز میکنن، متاسفانه نوعی برخورد میکنن که برازنده یک انسان نجیب زاده و اون کسانی که تربیت خانوادگی دارن نیست. خانم عزیز، شمایی که به من میگی که جفتک ننداز برای تنب بزرگ و کوچیک، من جفتک نمیندازم عزیزم، من دارم درد دل هموطنانم رو بازگو میکنم.
شمایید که مثل سگ جگرکی برای خلیفه فاسدین، اینا رو دارم میگم که به شما بگن دیگه از این کارا نکنین. به شما کاری ندارم، به اون کسانی که به شما ماموریت میدن میگم. شمایی که سگ درگاه خلیفه فاسدین و اعوان انصارشون هستید که له له میزنید که یه آشغال گوش جلوتون بندازن، شماها هستید، نه من جفتک بندازم. من فریاد میکشم، همصدایی میکنم با هموطنانمون در مورد تنب بزرگ، تنب کوچک، جزیره ابو موسا، برای بحر خزر، برای هر نقطه ای از خاک وطنمون که بخواد به باد داده بشه، بخواد بیتوجهی بشه، بخواد تجزیه بشه، حتی به تجزیه طلب ها هم من خواهم گفت. رضایتی ما نداریم برای جدا شدن قطعه ای از خاک وطنمون. با اینکه ما ادعا میکنیم چرا زمان کوروش جمهوری نبوده، بعضیامون هنوز به اون برم ادعا داریم، انقدر جمهوری خواه چه میدونم سطح بالایی هستیم که اون زمان رو هم داریم ایراد میگیریم، اما این جمله کوروش یادمون باشه که گفت فرمان دادم که کالبدم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارن تا ذرات بدنم قسمتی از خاک میهن را تشکیل دهد. من جفتک نمیدازم، شما دنبال آشغال گوشت هستیم و لهله میزنیم. شما و اون مردی که از همون شماره به من زنگ میزنه، دومتونه بذارین رو کولتون، من با شما کاری ندارم. اون وقت به اعوان و انصار و اون کسانی که شما رو ماموریت میدن اون چیزایی رو که باید بگم میگم که تخفیف میدم و میشینم تو این برنامه یه مقداری میپردازم به رئیس قوه قضاییه و نماز جمعه و اون موقتا و نمیدونم اون کسانی که به هر حال به نوعی باز مقصرن در این ماجراها. اون وقت برنامه رو میذارم مرتب راجع به خلیفتون صحبت میکنم. به هر حال امیدوارم که میدونم حتما دارین میشنوید. بله، حضور شما عرضه بدارم که ببخشید بینندگان گرامی، حضورتون عرضه بدارم الان موقع پیام های بازرگانی است. اگر که غزاله عزیز این پیام ها رو پخش کنه یه خورده من حالم بهتر بشه، برگردیم در خدمتتون. الو، سلام علیکم، حال شما چطوره؟ ها چطور بودی بهتر شدی؟ خسته یا چته؟ شنفتم چی کارا میکنی؟ پدر جان چی کار میکنی خوبی؟ الو الو، قطع شد. با بیلیفون صحبت کنید تا قطع نشه. بیلیفون 818-532-5800، اتصال سریع، قیمت پایین، کیفیت بالا. بیلیفون، برای ارتباط با عزیزانتان در راه دور از بیلیفون استفاده کنید. بیلیفون 818-532-5800. بیلیفون. لاس وگاس، رستوران خانوادگی ویلج در منطقه مسکونی نزدیک استریپ افتتاح شد. رستوران ویلج در فضای آرام و دلپذیر با غذاهای با طعم ایرانی و مدیترانه ای آماده پذیرایی از شماست. آدرس 4255 ساوت دورانگو درایو، thevillagelasvegas.com. رستوران خانوادگی ویلج در لاس وگاس. الو، سلام علیکم، حال شما چطوره؟ ها چطور بودی بهتر شدی؟ خسته یا چته؟ شنفتم چی کارا میکنی؟ پدر جان چی کار میکنی خوبی؟ الو الو، قطع شد. با بیلیفون صحبت کنید تا قطع نشه. بیلیفون 818-532-5800،
اتصال سریع، قیمت پایین، کیفیت بالا. بیلیفون. برای ارتباط با عزیزانتان در راه دور از بیلیفون استفاده کنید. بیلیفون 818-532-5800. بیلیفون. خب بینندگان عزیز، خسته نباشید. برنامه جهان امروز رو ادامه میدیم. بخش دومش رو اون دسته از کسانی که از این لحظه به ما پیوستن خوش آمد بهشون میگیم. از تلویزیون اندیشه در خدمتون هستیم. اینا رو همه رو میدونید. البته گاهی اوقات ممکنه دوستان نازنینی که در هفته های گذشته هم از کانادا و بعضی از شهرهای اروپایی با من تماس گرفتن که برای اولین بار تصادفاً دیدن که من برنامه دارم، باز هم ممکنه ما از این شانس ها داشته باشیم. عزیزان دیگری هم روی خط به اصطلاح بیان برای اولین بار در برنامه ما همراه ما باشن. همراه ما، البته چون گفتم همینطوری حرف میاد تو حرف دیگه، من یه خود چیز هستم، فراموشکارم هستم، یادم رفت که بگم در برنامه امروز سارو و غزاله منو همراهی میکنن. طبق معمول البته غزاله رو مرتب میگم اسمشو، اما سارو رو نگفتم. این کارهای ارتباط تصویری شما با برنامه تلویزیون، اینا همه توسط این عزیزان انجام میشه که من سپاسگزارشونم. به هر حال بینندگان نازنین، چند تا خبر جالب هست. یکی این که شنیدیم مناظره تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری در مصر برگزار شده، پخش شده، که خب بعد از سالهای سال ناگهان ما میشنویم که در مصر دو نفر برای ریاست جمهوری مینشینن و مناظره تلویزیونی میکنن. یکیشون میگه تو میخوای مصر رو مثل ایران اسلامی کنی، اون یکی میگه نه، شما هم از گذشتگان هستید و وابسته به اونها هستید. و بر اساس این دوتا ماجرا بحث و گفتگو میکنن و کردن، که البته مردم هستن که در این مورد تصمیم بگیرن و بررسی بکنن، ببینن حق با کی هست و کدوم یک رو انتخاب بکنن بهتره براشون، برای زندگیشون، برای رفاهشون، برای سیاست خارجیشون، برای همه اینها. امیدوارم که اشتباه نکنن مثل ما که کردیم و توش موندیم. این ماجرا مال مصر بود. و اما خبری در مورد حماس شنیدم. نمیدونم، واقعا نمیدونم چه باید گفت، که هانیه باهاش مصاحبه کردن و در مورد ایران ازش سوال کردن که اگر جنگی در بگیره با اسرائیل شما از ایران حمایت خواهید کرد یا نه. ایشون گفته نه، ما اصلا چنین کاری نخواهیم کرد، ما دخالت در این مسائل نمی کنیم، ایران به ما احتیاج نداره. و متاسفانه این رژیم ایران، این رژیم جمهوری اسلامی، ببخشید ایران رو من خرابش نکنم، این رژیم جمهوری اسلامی هنوز که هنوزه، یعنی حتی انواع و اقسام بدرفتاری ها و بدقولی ها و بدکرداری ها از این حضرات دیده و هنوز عبرت نمیگیره. شما نگاه کنید، حافظ اسد سالهای سال نفت مجانی، پول، اسلحه دادن که اینها به موقع
هواخواهشون باشه. البته اونها رو خواستن به دلیل اینکه اگر یه روزی مردم اینا رو رد کردن، اونجا جایی برای زندگی داشته باشن. و بعد شد بشار اسد که همون سیستم رو ادامه دادن. و از طرفی حماس، حزب الله، همه اینا رو شما نگاه کنید، پول به پاشون ریختن، پول مردم رو دادن تو حلقوم اونا. خط فقر ما، زیر خط فقر ما همینطوری آمار نشون میده که تعدادش میره بالا. اما اینها همینطور غزه و لبنان و نمیدونم این اونجاها براشون بیشتر اهمیت داره، مردم اونجا بیشتر ارزش دارن تا مردم داخل کشور. و اما اینها هم به موقعش پشت میکنن، به موقعش حمایت از خودشون میکنن به چون که از جمهوری اسلامی. اینا هنوز نمیدونن آقا شما به عنوان شیعه اگر امروز به خاطر ملاحظاتی دست به قتل و غارتتون نمیزنن، شما محکوم به مرگ هستید، قتل شما واجبه به عنوان شیعه. آخه اونا نمیان که دوست شما بشن، شما رو حمایت بکنن. میگن آقا تا زمانی که دارن میدن میگیریم، ما چیکار داریم به این کارا؟ این مال این. حضورتون عرض کنم که بله، این حماس هم بهشون گفتن، گفته که نه و ما دخالتی در این قضایا نخواهیم کرد. پس بنابراین نگاه کنید در مورد تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا و این ماجراها که به قول یکی از دوستان بینندمون اینا یه گل آتیش میندازن که همه رو بندازن به جون همو بسوزونن، این بازی رو در آوردن. از اون طرف هم آقایون همه رأی میدن به همسایگان عربشون و اتحادیه عرب و و و و و اون وقت جمهوری اسلامی، زعمای قوم همه انگوش به دهان حیران میمانند که چه بوده است این داستان که ما این همه پول خرج کردیم، این همه اسلحه دادیم به عناوین مختلف از کج و از دریا و هوا و اینور اونور، اما اینها به موقعش که میشه پشت به ما میکنن. امیدوارم که روزی عبرت بگیرن و خدمتتون عرض کنم که دست از این کار، البته دیگه روزی نمونده، اینا عادت کردن افتادن توی مسیری که فکر کردن میتونن مردم رو برای عبدالعباد گول بزنن، سر کار بذارن. خوشبختانه مردم انقدر چشمشون باز شده، انقدر میفهمن که دیگه گول نخواهند خورد. و اگرم میشنوند به خاطر زوری که اینها بالا سر گذاشتن، در خلوت خودشون همیشه از اینها با لعنت یاد میکنن. و خود شما شاهد هستین، تلفنایی که من دارم واقعا حیرت میکنم مردمی که خدای من شاهد، حالا اینو اصطلاحا عرض میکنم، از دور افتاده ترین نقاط، از بلوچستان، از دور افتاده ترین نقاط مملکت با من صحبت میکنن، چنان تجزیه تحلیل میکنن این شرایط امروز رو و این جنایت ها و این قلدری ها و این غارت ها رو که باور کنید آدم حیرت میکنه که چطور ما اینها رو نمیتونیم اصلا باورشون بکنیم، اصلا به حساب نیاوردیم، در صورتی که اینقدر فهمیدن و اینقدر تشخیص میدن و اینقدر همراه بقیه هموطنانمون هستن. باور کنید اینو. مدت‌های مدید طول میکشه به من تلفن میکنن، به هر حال محبت دارن، خیلی احساس راحتی میکنن، حرف دلشون رو با من میزنن. و آقایون هر کاری بخوام بکنن با این اقشار طرف. آقای خلیفه سال 1388، غزال جان این برای تو هم جالبه که اگر خواستی تصاویری رو چاشنی مطالب من بکنی، 1388 خلیفه رفت به کردستان. نمیدونم یادتون هست یا خیر، حتما یادتون. ایشون در اون سال حدود 20,000 نفر همراه داشت،
نه اینکه بیان اونا هم کردستان رو ببینن، نه، محافظ داشت 20,000 نفر. تمام کوههای اون منطقه با توپ و تانک و هواپیما و همه اینا حفاظت میشد که مبادا یک ملخی، یک مگسی از اون ور بیاد این ور و به آقا صدمه بخور. خب یه تعدادشون هم به عنوان سیالشگر وایستادن و دست کن دادن و عکس آقا رو گرفتن و از این مسائل. شما توجه بکنید این بحثی رو که اول شروع کردم، اون تزویر و ریایی که در این موجودات هست هیچ جا سراغ ندارید. اینها انقدر محبوبند که برای سفری به یک قسمتی از مملکت 20,000 نفر محافظ با خودشون میبرن. این چه محبوبیتی؟ من میخوام سوال کنم این چه محبوبیتی؟ این مال اون زمان. اومدن خبردار شدیم که این نمایشگاه کتاب چند روز پیش افتتاح شده. معمولاً شاهان، سلاطین اینجور مواقع برای اینکه بگن ما طرفدار فرهنگ هم هستیم الکی میرن یک خودی نشون میدن، از جمله خلیفه هم باید این کار بکنه دیگه، باید برن خودشون رو نشون بدن که بله طرفدار فرهنگ و ترویج کتاب و ترویج مطالعه و اینا هستن، که البته میبینید در این نمایشگاه ها همیشه کتاب هایی هست که مورد تایید خودشونه و کتاب های مذهبی و از این قضایا. اما این بار حضرت آقا با حضور و وجود این همه نگهبان و محافظ و نمیدونم همه این قضایا، ایشون اصلا نرفتن تو سالونا، نرفتن تو غرفه‌ای که کتابی رو به ظاهر بازدید بکنن یا رونمایی بکنن، یک چادری گوشه نمایشگاه زدن که ایشون رفتن در اون چادر و یه چند دقیقه بودن و وقتی گذروندن و خرجی به ملت ایران تحمیل کردن و برگشتن. حالا بنده میخواستم پیشنهاد کنم آقای خلیفه، این البته فکر میکنم مال 1385 باشه، البته اون زمان محبوبیت بیشتر بوده، مردم هنوز اونقدر نمیدونستن، اینقدر براشون روشن نبوده که میتونستن برن با خلیفه صحبت بکنن، ولی الان دیگه از این خبران نیست. به قول احمدی و لولو باید اون ضرب المثل رو ازش استفاده بکنیم. من پیشنهادم این بود که بینندگان نازنین آقای خلیفه به جای اینی که این همه هزینه رو دست مردم بگذاره یه کاری دیگه بکنه، اون حسینیه جمارون در حال میتونن یه بخشی رو درست کنن، کردستان رو ببرن اونجا آقا ببینه، نمیدونم نمایشگاه کتاب رو ببرن اونجا، البته اون نماین اونا که باید ببینن و نه این که خود کردستان رو بردارم. یه وقت نگید من دارم یه حرفای چیز میزنم، بله اون کسانی که باید بره اونجا بازدید بکنه خب بیاره در حسینیه جمارون و اونجا ببینن و 20,000 تا، البته یه وقت هم کار دیگه با حضور و وجود 20,000 تا محافظ و بادیگارد باز ممکنه که یه خطری پیش بیاد، اونجا راحت تره و بهتر میتونه، و از اونجایی که آقا یه دفعه ضبط صوتی تو صورتش منفجر شده به هر حال از ریسمون سفید و سیاه میترسه این شجاع، این مبارز، باید حتما 20,000 نفر بیان برای اینی که ایشون رو حفاظت بکنن. میریم یک حضورتون عرضه بدارم که شماره چند هست، من براتون بگم شماره 2 رو غزال جان ببینیم، برای اینکه برنامه جمعه بود ما همینطوری باز خیلی جدی رفتیم، جمعه گونه رفتار نکردیم، بریم یک کلیپی رو ببینیم شماره 2 رو، برگردیم اگه فرصتی بود چند تا خبر کوتاه دیگر رو هم ما یه خود سر به سرش بذاریم. بفرمایید. آرمین. بله. اگه دعوامون بشه منو با چی میزنی؟
شروع کردی این نه من سن آرمین نمیشم، اگر بشم کشته میشم. بیا بله بینندگان گرامی، این جوونا در کشور ما در جمهوری اسلامی زیر اون زور و یوغ جمهوری اسلامی، هر کدومشون در زیر زمین ها و هر گروهی در زیر زمین ها بالاخره دست به تولیداتی میزنن، ترانه های درست میکنن، فیلم برداری میکنن و الان خوشبختانه این وسایل ارتباط جمعی به کاری به جایی رسیده که هیچ چیز مخفی نمیمونه و هیچ کس کاری که میکنه رو دستش نمیمونه، بلافاصله میذارن توی اینترنت و خدمتتون عرض کنم که بقیه میتونن تماشا بکنن. و البته این قسمتی هم که گذاشتم به دلیل این بود که میخواستم خبری بدم که خبر البته تعدادی اطلاع دارید که جوانهای ما واقعا تحت فشارن، اون کسانی که بخوان ترانه تولید بکنن، نمیدونم آهنگ بسازن، ضبط بکنن، پخش بکنن، اینا تحت فشارن و واقعیت اینی که در محیط‌های بسته دست به یک کارهایی میزنن که به هر حال بد نیست گاهی خود آدم نگاه کنه اینی که بخوام به من بگین این ترانه ممکنه به این برنامه نخوره و اینا میذاریم کنار برای اینکه بعضی مواقع لازمه. چرا به درد این برنامه نخوره؟ مگه کسانی که این برنامه رو میبینن اینا از این ترانه ها خوششون نمیاد؟ خیلی هم خوششون، الان من گذاشتم شاید بیشتر از این خوششون اومد تا حرفای من. همه جوانب رو در نظر بگیریم. چقدر وقت دارم غزال جان؟ 5 دقیقه؟ خیلی خوب. حضور شما
میخواستم یک مسئله رو مطرح بکنم که خیلی خیلی حساسه و اون قتل یک سردار دیگه است که هفته پیش من باش برخورد کردم، احمد منصوری. نهمین کسی است که به اصطلاح قلبش ایستاده یا وایسوندن، من نمیدونم. آقایون سپاهیا حواستون باشه، شما به فکر میکنم به سن به دوره بازنشستگی نرسید، اون کسانی که یه خورده بخواین منصفانه تر رفتار بکنید. به هر حال دور از جون قلبتون وای میس. الان نهمین نفره که علتش هم اعلام نکردن، فقط گفتن قلب ایستاده و از این بساطا. یک مسئله اساسی رو من یک بار بهش اشاره کردم، دوباره حتما توجه داشته باشید. کسانی که میخوان بحث بکنن در مورد مسائل سیاسی که تعدادشون هم به هر حال بعضی قسمتاش کمه بعضی قسمتاش زیاد، اما چون روی تعصب بحث میکنن هیچ وقت به نتیجه نمیرسیم و همیشه ما بد میاریم. بد آوردنمونم اینه که به جون همدیگه میفتیم، جمهوری اسلامی و زعمای قومش بهره برداری میکنن. ببینید تعداد بسیاری هستن که همیشه مبدع بحث سیاسیشون شروع حکومت پهلوی، عده‌ای هستن از 28 مرداد که اینا تعدادشون زیاد، عده‌ای هستن از شروع صفویه وارد بحث میشن، عده‌ای هستن که ناراحتن اصلا چرا سلطنت بوده و جمهوری نبوده و حتی به زمان هخامنشیان هم ایراد دارن که چرا جمهوری نبوده. اینا خودشون با خودشون گرفتاری دارن. ما خیلی اینطور که داریم میریم جلو خیلی راه داریم، خیلی گرفتاری داریم. به قول این دوستمون میگفت اینا هم همیشه آمادن که یه آتیشی بینشون بندازن و اینا رو بندازن به جون هم دیگه و خودشون بهره برداری بکنن، اون ملت بیچاره هم ستم و تحمل بکنه و نتونه فریادشو به جایی برسونه. به هر حال من این مقدمه رو گفتم تا اون وقت به عنوان سرمقاله برنامه بعد شاید یه مقدار اینو بازترش بکنیم و با هم صحبت بکنیم و حتی بنده برای این مطلب به خصوص حتی شاید تلفنم باز بکنم که نظر دوستانمون رو منعکس بکنیم. به هر حال پاینده باشید. برنامه من تموم شد. سپاسگزارم از سارو و غزاله که زحمت میکشن برای پخش این برنامه و برنامه های دیگه. تا درودی دیگر، بدرود. الو سلام علیکم، حال شما چطوره؟ ها چطور بودی؟ بهتر شدی؟ خسته یا چته؟ شنفتم چی کارا میکنی؟ پدر جان چی کار میکنی؟ خوبی؟ الو قطع شد. با بیلیفون صحبت کنید تا قطع نشید. بیلیفون 818-532-5800، اتصال سریع، قیمت پایین، کفیت بالا. بیلیفون، برای ارتباط با عزیزانتان در راه دور از بیلیفون استفاده کنید. بیلیفون 818-532-5800. بیلیفون.